سلام، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه 37 درجه که تو هوای 1 درجه داره ضبط میشه راجع به آلودگی هوا حرف میزنیم. وقتی هوای بیرون ناسالمه، مؤثرترین کار برای پاکیزه نگه داشتن هوای داخل خونه چیه؟ آیا واقعا نوشیدن شیر جلوی ضرر آلودگی هوا به بدن رو میگیره یا این یه باور غلطه؟ تأثیر سوزوندن مازوت روی بدن انسان چیه؟ چرا حس چشایی و بویایی ماها بعد از بهبودی کرونا هنوز تو بعضی از افراد به وضعیت اول بر نمیگرده؟ و آیا افراد نابینا شنوایی بهتری دارن؟ هوای ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک این روزا در بعضی از شهرهای ایران به واقعیت روزانه تبدیل شده. چندین عامل مختلف هم در این آلودگی دخیلن. از کیفیت بد گازوئیل گرفته تا وارونگی هوا در زمستون تا ناوگان حمل و نقل فرسوده دیزلی، سوزوندن مازوت در نیروگاه‌ها و سولفورزدایی نکردن از اون مازوت. اول ببینیم آلودگی هوا چه تأثیری روی ارگان‌های مختلف بدنمون میذاره و بعد در مورد این صحبت می‌کنیم که از دست ما چه کاری برمیاد که این آسیب‌ها رو به مینیمم برسونیم. این دود سیاه پر از آلاینده‌های ذرات معلق یا PM. اونقدر ریزند که نه با چشم دیده میشن نه موهای ریز بینی میتونه جلوی ورودشون به دستگاه تنفسی رو بگیره. برای همین وارد ریه هامون میشن. به این ذرات اضافه کنید آلاینده هایی که این نیروگاه ها با سوزوندن مازوت پخش می کنند. SO2 یا دیوکسید گوگرد. خوشبختانه بدن ما در مقابل این ذرات یک سیستم دفاعی داره. سلول هایی به نام ماکروفاژ. این سلول ها می تونن ذرات آلاینده رو ببلند و ریه هامون رو تصفیه کنند. اما مشکل اونجای شروع میشه که میزان ذرات آلاینده در ریه از یه حدی بیشتر میشه و دیگه این ماکروفاژ ها نمیرسند که همشون رو از بین ببرند. خیلی وقت میدونیم آلودگی هوا از جمله ذرات معلقی مثل دیوکسید نیتروژن روی قلب و ریه تأثیر میذاره و باعث نارسایی قلبی و بیماری های ریوی میشه. اما جالبتر از اون تأثیر آلودگی روی مغزه. در کودکان ما شاهد بیماری هایی مانند مشکلات یادگیری، اوتیسم و بیشفعالی هستیم و در بزرگسالان شاهد مشکلاتی مانند دمانس مغز، آلزایمر و پارکینسون. 4 سال پیش برای اینکه نشون بدم چطور آلودگی هوا میتونه منجر به سکته قلبی بشه، خودم رو موش آزمایشگاهی کردم و به شهری در سوئد به نام اومئا رفتم. جایی که تمام دود این موتورخونه به صورت کنترل شده وارد اتاقکی میشد که من در اون 1 ساعت داوطلبانه حبس بودم. وقتی توی اتاق پر از دود هستیم، ما ضربان قلب، نوار قلب، میزان اکسیژن خون و فشار خونت رو مدام اندازه میگیریم. 15 دقیقه پدال میزنی و 15 دقیقه در همون هوای آلوده استراحت میکنی و دوباره این رو تکرار میکنی. و این هم شد نتیجهش. یکی از تأثیرهایی که دود دیزل روی بدن میذاره سخت کردن سرخ رگ هاست. خیلی هم سریع اثر میذاره. از 20 دقیقه تا 1 ساعت. تحقیقات هم نشون داده کسایی که به بیمارستان میان و سکته قلبی کردن، اگر دلیل سکته آلودگی باشه، قطعاً 1 ساعت قبلش در ترافیک شدید بودن. فقط با 1 ساعت در معرض آلودگی بودن، سرخ‌رگ‌هام سخت‌تر شد و احتمال سکته قلبیم بالا رفت. اما فقط سکته قلبی نیست. تیم دکتر بوسون در یک تحقیق نشون دادن که با قرار گرفتن 2 ساعت ممتد در معرض آلودگی هوا، خون لخته میشه. که این خودش میتونه منجر به سکته قلبی و البته سکته مغزی بشه. تحقیقات دیگه‌ای در اسپانیا نشون دادن که آلودگی هوا جلوی تکامل مغز رو در کودکان میگیره. ما فهمیدیم که میزان آلودگی هوا در کلاس و در حیات مدرسه با رشد بعضی توانایی‌های شناختی و همچنین علائم بالینی مشکلات رفتاری مرتبطه. پژوهشگران با MRI گرفتن از مغز کودکان فهمیدند کودکانی که در نقاط آلوده تر زندگی می کنند دیرتر از بقیه به محرک های صدایی و تصویری واکنش نشون می دن. نتیجه کلی تحقیق ما و تحقیقات دیگه نشون می ده که آلودگی هوا کارکرد نورون ها رو کنتر می کنه. و در نهایت حتی آلودگی روی جنین هم اثر داره.
تحقیقی که بر روی تأثیرات آلاینده های سمی روی مادران باردار و فرزندانشون در نیویورک انجام دادیم، نشون داده قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا با بروز مشکلات شناختی و رفتاری در فرزند مرتبطه. گفتگویی داریم با دکتر گودرز دانایی، متخصص همگیرشناسی بیماری قلبی و عروقی از دانشگاه هاروارد آمریکا. آقای دکتر، مؤثرترین کاری که افراد میتونن در زمانی که آلودگی هوا خیلی شدیده انجام بدن چیه؟ مؤثرترین کار این هستش که از ورزش کردن، به خصوص ورزش شدید و طولانی در خارج از خونه، حتما باید پرهیز بکنن. ورزش ملایم و کوتاه اگه میخوان بکنن داخل خونه بیمانه هست. پنجرهای خونه رو باید ترجیحاً بسته نگه داشتن، مگر اینکه خونه خیلی واقعا ایزوله باشه. واقعا ما هم خونه‌ای نداریم در این جای دنیا، هوای خونه در واقع همون هوای بیرون خونه است. ولی اگر سیستم تهویه خونه فیلتری داره، خب عوض بشه اون فیلتر، فیلترش مناسب باشه، یک کمی پیشگیری میکنه. پنجره‌ها رو بسته نگه دارن و اگر امکانش هست از دستگاه تهویه خونگی استفاده بکنن. این دستگاه و دستگاه بخور فرق میکنه. دستگاه بخور خیلی نقشی اصلا در تهویه هوا نداره و اگر اون بخور آب توش مونده باشه، آلوده باشه، حتی میتونه مضر هم باشه. دستگاه تهویه هست که فیلتری داره به نام فیلتر هپا که مخفف های افیشنسی ایر پلوتنت فیلتر هست. پارتی همون هپا بهش میگن. دستگاه نسبتاً گرون قیمته، ولی اگر امکانش باشه که از این دستگاه تو خونه استفاده بشه خوب است. و اون دستگاه مشخص است که تا چه فضایی رو میتونه پاک بکنه. اگه توی یه اتاق میتونن بذارن، خب اون اتاق رو پاک میکنه. اگر کسی از تو خونه که بیماری زمینه‌ای داره، آسم داره، بیماری برونشیت داره، میتونه از اون اتاق بیشتر استفاده بکنه. برای کسایی که امکان تهیه دستگاه تهویه رو ندارن، از نظر مالی آیا راه ارزان‌تری هست؟ نه، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم انتخاب ارزونتری وجود نداره به جز دستگاه‌های تهویه هوا. و باقیش برمیگرده به این که اگر علائمی دارن از علائم در واقع آلودگی هوا، میتونن علائم متعددی کاهش بدن. در بعضی از مناطق شاخص آلودگی از 200 هم بالاتر رفته. آیا در اون شرایط موندن تو خونه مؤثره یا اصولا از شهر باید برن؟ وقتی که شاخص آلودگی هوا از 200 بالاتر میره، در واقع زمانی هست که همه افراد صرف نظر از بیماری‌های زمینه‌ایشون، حتی اگر آسم یا برونشیت یا هیچ بیماری قلبی و عروقی چیز دیگه نداشته باشن، هم در واقع برای سلامتیشون مضر هست این میزان آلودگی. اگر امکانش هست که اون مکان آلوده رو ترک کنن و علاوه به خاطر کووید منع رفت آمد هم برقرار هست، مشکله، خب اگه بکنن بهتره. همونطوری که صحبت کردیم، ورزش کردن در هوای آلوده خطرناک است و یکی از ورزش‌هایی که خیلی پرطرفدار است در تهران کوهنوردی و پیاده روی در کوهستان‌های مثل دربند و درکه است. متاسفانه در شرایط وارونگی هوا، این در واقع پتوی آلوده‌ای که روی تهران کشیده شده، به خصوص وقتی کمی آفتاب می‌خوره و باز میشه، ارتفاع نسبتاً بلندی داره و کوهنوردی هم نسبتاً ورزش سنگینی است. بالا رفتن از ارتفاع جزو ورزش‌های moderate to vigorous در واقع حساب میشه و به این ترتیب در واقع نه دوستانی که میرن کوهنوردی هوای سالمی استشمام خواهند کرد و این در واقع افزایش ضربان قلب و تنفس هم بیشتر در واقع مواجهشون میکنه با اون آلودگی. دکتر دانه، آلاینده هایی که در مازوت هستن چیان؟ مازوت یکی از سنگین ترین سوخت های فسیلی است که در پایین ترین قسمت های قسمت در واقع پالایشگاه نفت تولید میشه. از نفت معمولی و گازوئیل و بنزین سنگین تر هست و به خاطر اینکه سنگین تر هست دیرتر میسوزه و آلاینده های بیشتری هم داره. به خصوص میزان گوگردش بیشتر هست که باعث ایجاد دیوکسید گوگرد میشه وقتی که میسوزه و این دیوکسید گوگرد بعداً میتونه با آب قاطی بشه و ترکیبات اسیدی تولید بکنه که به خصوص برای بیماری های آسمی و برونشیتی خیلی خطرناک میتونه باشه. آلاینده هایی که تو مازوت هست چه فرقی با آلاینده های معمول مثل گازوئیل داره؟ در واقع اتفاقی که میفته در مقایسه با مازوت با سوخت های دیگر این است که نوع آلاینده ها خیلی عوض نمیشه، میزان آلاینده ها خیلی بیشتر هست. چه آلاینده هایی که به اسم پارتیکولیت متر میشناسیم، چه آلاینده هایی به صورت گاز ها مثل دیوکسید گوگرد و نیتریک اکساید در واقع بیشتر میشن و اینا میتونن صدمه بیشتری به افراد ایجاد بکنن. دکتر دانایی، به شما برمیگردیم. اول ببینیم آلودگی هوا با چه مکانیزمی به ارگان مغز آسیب میزنه. این ذرات سمی چطور به مغز راه پیدا میکنن؟ از سه راه. اول اینکه ما ذرات آلاینده ها رو تنفس میکنیم و به درون ریه هامون میفرستیم. بعضی از اونها اونقدر کوچیکن که وارد جریان خون میشن و به مغز میرسن. دوم اینکه خود آلاینده ها ممکنه به مغز نرسن، ولی میتونن به عنوان ناقل مولکول های سمی عمل کنن که آسون تر در جریان خون منتشر میشن.
و اخیراً دانشمندان راه سومی رو پیدا کردند که آلاینده ها بدون وارد شدن به جریان خون از بینی و عصب بویایی مستقیماً وارد مغز میشن. ما فکر میکنیم زمانی که این ذرات به مغز میرسن باعث التهاب میشن و از این طریق به بافتهای مغزی آسیب میرسونن. دکتر دانایی، مکانیسم تاثیر آلودگی هوا روی بدن رو دیدیم، اما نشانه های مسمومیت با آلودگی هوا چیه؟ فکر میکنم متاسفانه اکثر شهروندان تهران و شهرهای بزرگ نه فقط کشور ما، جای دیگه مثل مکزیکو سیتی و دهلی و شانگهای با این علائم آلودگی هوا دیگه آشنا هستن. از سوزش چشم، آبریزش از بینی، سرفه، تنگ نفس، سرگیجه و تهوع، این علائم نسبتاً شایعش هست. در موارد شدیدتر این تنگی نفس ممکن اینقدر شدید بشه که مجبور بشن به مراکز درمانی رجوع بکنن. به خصوص میگم بیماری هایی که آسم دارن و تنگی نفسشون شدید میشه، یا کسانی که برونشیت مزمن یا آمفیزم دارن یا بیماری قلبی عروقی دارن. آیا کاری هست که قبل از مراجعه به مراکز درمانی در خونه بشه انجام داد؟ یکی از راه‌های نسبتاً ساده و مؤثر بخاطر دست و پنجه نرم کردن با علائم آلودگی هوا، شستن چشم‌ها و بینیه. اگر چشما خیلی سوزش داره میشه با یه آب سرد یا چای خیلی رقیق، آبش باید تمیز باشه، آب جوشانده سرد شده باشه، به خاطر همین بعضی وقتا چای رو ترجیح میدیم، میشه چشما رو شست و این آلاینده رو و محیط اسیدی رو که توی در واقع اشک چشم ایجاد میشه رو یه کمی بهترش کرد. و سوالی که خیلی ها میپرسن، آیا نوشیدن شیر واقعا جلوی ضرر آلودگی هوا به بدن رو میگیره؟ شواهد علمی برای اینکه شیر بتونه واسه پیشگیری از صدمات سلامتی از آلودگی هوا بشه وجود نداره. بیشتر این آلاینده ها از طریق دستگاه تنفس وارد بدن ما میشن و نوشیدن شیر یا حالا مایعات دیگه، آب میوه یا هر چیز دیگری نمیتونه خیلی کمکی بکنه. با توجه به اینکه الان زمستون هست، ما کمی کمتر شاید احساس تشنگی بکنیم و مصرف آب رو کم بکنیم که اون خوب نخواهد بود. در حال این آلاینده ها مقدارشون از طریق ادرار دفع میشن. بنابراین نوشیدن چند لیوان، 6 تا 8 لیوان آب در روز میتونه تا حدی کمک بکنه، ولی نایش کدوم در واقع پیشگیری کننده یا در تاثیر شدیدی و تاثیر آلودگی هوا نخواهد داشت. پس اینی که میگن کلسیم از جذب سرب و فلزات سنگین تو بدن جلوگیری میکنه غلطه؟ اینکه کلسیم شیر بتونه باعث پیشگیری از جذب سرب مثلا در دستگاه گوارش بشه از نظر فیزیولوژیک به نظر معقول میاد، ولی مطالعه‌ای روش انجام نشده. یک دون اینکه سرب یکی از مشکلات ما در آلودگی هواست، ولی الان خیلی از بنزین ها ممکنه سرب زدایی شده باشه از پیش، و این آینده دیگه ای که صحبت کردیم مثل ذرات معلق و گازها، دیوکسید گوگر، دیوکسید نیتروژن، اینا هیچ کدوم شیر برخوردنشون خیلی تأثیری نخواهد. خیلی ممنون دکتر دانایی. آیا این درسته که افراد نابینا حس شنوایی بهتری دارن؟ اول ببینیم ما صدا رو چطور میشنویم. صدا از طریق لاله گوش به سمت کانال گوش هدایت میشه. امواج صوتی پرده گوش و استخوانچه های اون رو میلرزونن و در نتیجه اون حلزون گوش و سلولای مویی حرکت میکنن. سلولای مویی شکل انرژی مکانیکی صدا رو تبدیل به انرژی الکتریکی میکنن و به این ترتیب مغز میتونه پیام صوتی رو درک کنه. میزان شنوایی افراد به طور عمده بستگی به سلامت سلولهای موییشون داره. اگر سلولهای مویی از بین برن دوباره رشد نمیکنن. این تو همه افراد صادقه. بنابراین آناتومی گوش افراد نابینا با افراد سالم هیچ فرقی نمیکنه. اما یه نکته وجود داره. بخشی از مغز به اسم قشر دیداری کارش پردازش اطلاعات دیداریه و کار قشر صوتی پردازش سیگنال‌های صدا. در افراد نابینا قشر دیداری چون اطلاعات دیداری دریافت نمی‌کنه، ظرفیت خودش رو اختصاص میده به دریافت اطلاعات بقیه حس‌ها. در واقع مغز یه جوری خودش رو تغییر کاربری میده. اینه که در افراد نابینا ظرفیت مغزی بیشتری اختصاص داده میشه برای دریافت اطلاعات مثلا شنیداری. مغز در هر سنی توانایی تطبیق داره، ولی در سنین کودکی این تطبیق راحت تر انجام میشه. بنابراین کسایی که در سنین کودکی نابینا شدن حس شنوایی و لامسه قوی تری دارن، هم نسبت به افراد سالم هم نسبت به کسایی که دیرتر نابینا شدن. خیلی
از شما برای ما نوشته بودید که ماها بعد از بهبودی کرونا هنوز تپش قلب دارید، فشار خونتون بالاست، حس بویایی یا چشاییتون برنگشته. الان که یک سال از شیوع کرونا میگذره میدونیم که این ویروس علاوه بر آسیب به ریه حتی میتونه منجر به سکته قلبی، سکته مغزی یا از کار افتادن کلیه بشه. از دکتر مهسا محبتاش، رئیس بخش خون و سرطان شناسی بیمارستان مدستار گود سامارتن در آمریکا، خواستیم بیا تا به سوالات شما در این زمینه جواب بده. دکتر محبتاش ماهاست که روزانه با بیماران کووید 19 سر و کار دارن. دکتر محبتاش، چرا اصولا یک ویروس تنفسی میتونه غیر از ریه تقریبا به تمام اندامهای بدن آسیب بزنه؟ ویروس میتونه از طریق گردش خون به تمام ارگانهای بدن انتقال پیدا کنه و اونها رو تحت تاثیر قرار بده. دلیل این که ریه رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده برای اینکه گیرندهای خاصی رو بافت ریه هست که این ویروس میتونه به اونها متصل شه. همچنین از طریق تحریک سیستم ایمنی ویروس میتونه تمام ارگانها رو آسیب بزنه. برای اینکه در طول تحریک سیستم ایمنی پروتئین‌های خاصی به نام سایتوکاین در بدن تولید میشن و اونها هم از طریق گردش خون به تمام بافت‌های بدن دسترسی دارن و میتونن ایجاد تخریب کنن. حالا چرا بعد از بهبودی کرونا این آسیب‌ها روی ارگان‌ها ظاهر میشه؟ معمولاً این آسیب‌ها در طول بیماری حاد شروع شدن، یعنی در طول بیماری حاد که معمولاً با علائم ریوی هست، آسیب‌های کلیوی، مغزی یا قلبی شروع میشن و وقتی که بیماری ریوی رو به بهبودی یا بهبود پیدا کرده اون علائم هنوز ادامه پیدا میکنن. این که یه بیماری ریوی شروع بشه بدون هیچ اثر خاصی رو ارگان دیگه ای و اون بیماری کاملا بهبود پیدا کنه و بعد از چند ماه خودشو به صورت بیماری کلیوی یا قلبی یا مغزی نشون بده یه مقدار بعیده. احتمال داره که اونا از اول شروع شده باشن یا ما شاید نتونستیم اونها رو درست تشخیص بدیم، ولی معمولاً به این صورته که بعد از بهبودی علائم ریوی ارگان‌های دیگه میتونن هنوز اثرات تخریبی خودشون رو نشون بدن. ویروس کرونا چه آسیب‌های دیگه ای به مغز میزنه؟ علائم شدیدش مثل سکته شدید مغزی یا سایکوز خوشبختانه در درصد خیلی کمی از بیماران اتفاق میفته، ولی سردرد، سرگیجه، کاهش حس بویایی و چشایی در حالتهای ملایم بیماری هم ما میبینیم که اتفاق میفته و اکثرا رو به بهبودی میره، مگر اینکه اون اثر بسیار وخیم بوده باشه و بتونه اثرات باقی مانده ای از خودش به جا بذاره. یعنی دلیل از بین رفتن حس بویایی و چشایی اینه که اون قسمتی از مغز که مسئول حس بویایی چشایی از کار میفته؟ درسته، بخشی از مغز که میتونه حس چشایی یا بویایی رو تشخیص بده دچار آسیب میشه. آسیب مغزی در بیماران کرونا چقدر شایع هست؟ اطلاعاتی که ما داریم معمولاً در افرادی هستش که در بیمارستان بستری شدن یا به پزشک مراجعه کردن. در مورد بیمارانی که بیماریشون بسیار خفیف بوده یا نیازی به مراجعه پزشک و بیمارستان نداشته اطلاعات خیلی زیادی در دست نداریم، ولی به نظر میرسه که یک سوم افرادی که دچار عفونت با این ویروس میشن به طوری علائم مغزی پیدا میکنن. این آسیب‌های مغزی بعد از چه مدت از بین میره؟ آیا ممکنه دائمی بشن؟ با مقایسه با ویروس‌های مشابه که علائم مشابه رو میدن و با توجه به اطلاعاتی که تا حالا در مورد این ویروس کسب کردیم به نظر میرسه که یک سوم افراد در عرض 3 تا 6 ماه بعد از بروز این علائم بهبودی کامل پیدا میکنن. یک سوم افراد بین 6 ماه تا حتی 12 ماه ممکنه طول بکشه که علائمشون کاهش پیدا کنه و در یک سوم افراد هم ممکنه که علائم بازماندهی حتی بعد از یک سال وجود داشته باشه. چه کسایی بیشتر در معرض این آسیب‌های مغزی هستند؟ کسانی که عوامل زمینه‌ای مثل فشار خون بالا، دیابت، چاقی و یا سابقه بیماری مغزی دارن. سن بالا هم میتونه یک عامل خطرزا باشه. خیلی‌ها میگن بعد از بهبودی کرونا فراموشی گرفتن و خیلی چیزا زود یادشون میره. آیا از دست دادن حافظه کوتاه مدت جزو آسیب کرونا به مغز هست؟ بله. کاهش حافظه که معمولاً به صورت کاهش حافظه کوتاه مدت خودش رو نشون میده میتونه که از عوارض بیماری کووید باشه. معمولاً در افرادی که نیاز به بستری مخصوصاً در ICU و نیاز به لوله گذاری و دریافت داروهای آرام بخش پیدا میکنن این عارضه بیشتر دیده میشه. شدتش
و زمانش و سرعت بهبودیش کاملا بستگی به شدت بیماری کووید و بیماری های زمینی فرد داره. به طور مثال اگر فرد مسن باشه، قبلا دچار اختلالات حافظه بوده، بیماری های عروقی، قند یا فشار خون داشته و زمان بستریش در بیمارستان طولانی بوده، اون فرد بیشتر احتمال داره که بازمانده ای از اختلالات حافظه ای داشته باشه. برعکس اگر فرد جوانتر باشه، مشکلات مغزی و زمینه ای نداشته باشه و بیماری کوویدش خفیفتر بوده، بیشتر احتمال داره که بهبودی کامل پیدا کنه و حافظه به سطح قبلی برگرده. مریم گفته که 2 ماه کرونا گرفته و خوب شده، ولی احساس میکنه در مغزش هنوز سرگیجه داره. آیا سرگیجه از آسیب به مغز ناشی میشه؟ میتونه آسیب مغزی باشه یا میتونه به خاطر دلایل دیگه‌ای باشه، ولی 10-15% افراد بعد از 2-6 هفته از گذشت بیماری کووید هنوز میتونن یه سری علائم باقی مانده داشته باشن و خستگی، سرگیجه، اینها میتونه بخشی از اون علائم باشه. اگر علائم بعد از 3 ماه هنوز ادامه پیدا کنه، معمولاً به اون میگیم کووید دراز مدت. در مورد سارز کووی 1 که سال 2003 شیوع پیدا کرد، بعضی از این بیماران رو روش مطالعه کردن و با وجودی که اکثر علائمشون بهبودی کامل پیدا کرده، درصدی از اونا حتی 2-3 سال یه مقدار خستگی و کاهش ظرفیت ورزشی داشتن. البته خیلی بهتر شده بوده، ولی یه اثرات باقی مانده ای درشون وجود داشته. بنابراین این ویروس هم میتونه به همون شکل علائم باقی مانده بده، ولی ما اطلاعات دراز مدت تری لازم داریم تا بتونیم بگیم که در عرض 2-3 سال آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته. خیلی ممنون دکتر مهفتاش. در مورد آسیب‌های قلبی، کلیوی و ریوی بیماری کرونا هم حتما در برنامه‌های بعدی صحبت می‌کنیم. در بخش نفس عمیق این برنامه، لیکی وب نویسنده کتاب تاب‌آوری تکنیک‌های رو بهمون یاد میده که با بکارگیری اونا میتونیم روابط سازنده‌تر و مؤثرتری با اطرافیانمون داشته باشیم. میخواین اطرافیان بیشتر هواتون رو داشته باشن؟ میخواین وارد رابطه‌های بهتری در زندگیتون بشین؟ در این قسمت توضیح میدم که چطور میتونید روابط سازنده و مثبتی با دیگران برقرار کنید. ایجاد یک رابطه خوب تا حدی شبیه ساختن یک پل محکمه، چون میتونه به شما کمک کنه از سختی‌های زندگی عبور کنید. خیلی مهمه که بتونین با آدمایی که بهتون علاقه دارن رابطه سازنده داشته باشین. ما امروزه با آدمای بیشتری در ارتباطیم، اما رابطه خوب و مثبت اونی نیست که یکی در فضای مجازی چقدر عکس‌ها و نوشته‌های شما رو لایک میکنه. منظور من رابطه با افرادیه که در خوشی و ناخوشی کنارتونن. پس هیچ وقت کسی که شما براش فقط یکی از گزینه‌های موجود هستید و اولویت زندگیتون قرار ندید. اما چطور میتونید روابط سازنده در زندگی برقرار کنید؟ من 5 نکته رو بهتون میگم. اولی گوش دادنه. خیلی خوبه که مورد توجه باشیم، اما همونقدر مهمه که ما هم به بقیه توجه کنیم و بهشون گوش بدیم. گوش دادن به بقیه حس با ارزش بودن به اونا میده. خیلی مهمه که یادتون باشه شما قرار نیست کسی رو تغییر بدین. تنها کسی که میتونین واقعا تغییر بدین خودتون هستین. پس گاهی به جای تمرکز روی ویژگی‌های از اطرافیان که نمیپسندین، به خوبی‌هاشون توجه کنین. نکته بعدی اینه که با افراد مورد علاقتون زمان مفید بگذرونید. بهتره که گاهی تلویزیون رو خاموش کنین، با هم بازی کنین، آشپزی کنین، حرف بزنین و با هم معاشرت کنین. نکته بعدی در مورد گوشی همراهتونه. اغلب در حالی که سرمون تو گوشیه با اطرافیانمون حرف میزنیم و خیلی حواسمون به مکالمه نیست. کنار گذاشتن گوشی و دقیق گوش دادن در برقراری رابطه بهتر خیلی مؤثره. و نکته آخر، حرف بزنید. اگر از دست چیزی کلافه شدین، به جای خودخوری در موردش صحبت کنین تا سبک بشین. یادتون باشه به عزیزانتون بگین که چقدر دوستشون دارین و چقدر براتون مهم و با ارزشن.
غم انگیزه که در دنیای مدرن با این همه امکانات ارتباطی احساس تنهایی یه همه‌گیری جهانیه. آدم های خیلی زیادی هستن که روابط مناسبی ندارن و کسی هم هواشون نداره. وقتی احساس تنهایی میکنیم خیلی مهمه که بتونیم ارتباط برقرار کنیم، با آدم های جدید آشنا بشیم و برای ساختن یک رابطه جدید تلاش کنیم. همونطور میتونیم علاقه یا سرگرمی جدیدی رو شروع کنیم یا عضو کلوب ها و انجمن های فعال اجتماعی بشیم. اینطوری این حس بهمون دست میده که از دنیای اطراف جدا نیفتادیم و البته مهربونی، محبت بیچشم داشت، انجام کارهایی برای دیگران تا حالشون بهتر بشه. هیچ وقت قدر محبت رو دست کم نگیریم. اصلا لازم نیست کار خیلی بزرگی باشه. کارهای کوچیک واقعا تاثیرگذاره و قدردانی کردن، تماس چشمی داشتن، لبخند زدن، باز کردن در، برداشتن یه آشغال، فراهم کردن اسباب راحتی یا تحسین کردن کسی میتونه واقعا روزش رو بسازه. به قول مایا آنجلو، آدم ها یادشون میره شما چی گفتین یا چی کا کردین، اما حسی رو که از شما گرفتن هرگز فراموش نمی کنن. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. بهمون ایمیل بزنید cohaft@bbc.co.uk. آرشیو همه برنامه‌های قبلی ما در وبسایت BBC فارسی در قسمت تلویزیون هست. مراقب باشین در این دوران خودتون و اطرافیانتون رو به خطر نندازید.